این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با هدایت طلا سلیمان خیل عامل جواز سرمایه گذاری وزارت تجارت و صنایع سلام و شب شما بخیر خیلی خوش آمدید در برنامه در نخست میخوایم پرسان بکنم از زمانی که شما متدلات لازم در روند جوازدهی با وجود آوردین و همچنان در قیمت جوازها روند زی که سرمایه گذارا بیاین یعنی و جوازها خود تمدید بکنین یا جوازهای تازه بگیرین چقدر افزایش یافته تشکر از سوال شما خوشبختانه در اواخر بساس طرحی که وزارت تجارت و صنایع به کمیته اقتصادی شورای عالی وزیران ارائه داشتن و خوشبختانه ای طرح منظور شده ای به دلیل تشویق سرمایه گذاران و به رشد سکتور خصوصی در افغانستان است و این سبب شد یا باعث شد که مردم بیشتر علاقه مندی بگیرند به اینکه با, ای که با با همو سرمایه که دارن سرمایه گذاری بکنن و بیشتر به همی تشبسات که این حال هستن اقدام بکنن خب تعدیلات دیگه هم روی دست است تا بتانیم که روند جوازدهی را رو بیشتر سرعت ببخشیم تا بیشتر سرمایه گذاران علاقمند که بیایند اینجا سرمایه گذاری بکنند و جوازهای خودان را تمدید بکنن یا جوازهای جدید بگیرند البته خوشبختانه قبلا هم چو پلان ها بوده که عملی شده و بعدا هم همچ پلانونه رویدس داره وزارت تجارت کې قبلاً هم امی پروسی کې بسیار مراحل طولانی و یا 45 مرحله کې در سالҳои گذشته بوده یې به 13 الی 17 مرحله کاهش بتوه بسیار یې پروسه ساده ستو خدای یعنی او کې سه روز الی یوه هفته طول میکشیت او پروسه فعلاً البته از جواز جدید به سه ساعت کاهش یافته و تجدید جوازه با پنج دقیقه الا یک ساعت کاهش یافتن که به نظر ما پلان خوبی بوده که عملی شده و از این ما نتیجه خوبی گرفتیم و همچنان در این اواخر به اساس حکم مقام علی ریاست جمهوری زمینه برای متشابسین خارجی هم مساعد شده که البته قبلا اینا یک مرحله طولانی را می تا که بالاخره اینجا جواز تشبس در افغانستان بگیرن البته اونا به ونځه به سفارت افغانستان او بل اخر وزارت خارجه او ریاست اقتصادي او کنسولی مراجعه میکندن که خوشبختانه با تایید اسناد ازینه در اوتاق تجارت وزارت تجارت یا ادارې ثبت تشبوصات همو کشور اینا تایید کرده باشند می که اونا را من حیث سند ثبت سرمایه گذاری ما قبول کنیم و بقیه کارشان در ظرف سه ساعت اینجا ما برشان انجام بدیم اگر شما یک آمار بر ما بتین که از یک هفته به بدین سو گفته میشه که افزایش به میان آمده شما مهم. روزانه چند جواز تمدید میکنین یا جواز جدید به سرمایه گذاری میتین و پیش از او ای چی بود؟ البته این طرح اخیرا عملی شده ای برای جوازهای جدید است کسایی که جدیدن میخواهد به جواز بگیره و یا فعالیت تجارتی یا سرمایه گذاری خود انجام بدن که خوشبختانه فیصدی افزایش ما زیاد میبینیم البته سی فیصد چل فیصد ما در اغز جواز جدید تشبست ما ایره میبینیم آه. آقای سلیمان خال خوب این بسیار کار خوب است که شما روند جوازدهی را بسیار ساده تر ساختین و یک سهولت از بر سرمایه در قسمت از اینکه زمین ها بیشتر بر سرمایه گذاری فراهم شد و پیشنهاد مشخص شما چی است و چی کارای روی دست است از طرف وزارت تجارت و سنایی داری بخش البته در قسمت همیش وزارت تجارت و صنایع همچو پلانونه را روی دست داشته ک فعال کوم مشکلی یا مانعی روی سرمایه‌گذارو دیدنه شي روی راهشان یګانه مشکلی کې متشوبسين یا تاجر را دارن نسبت زیاد بودن امی تعداد متشبسین است که اینا در وقت تصفیه مالیاتشان با وزارت مالیه با مشکل اینا مواجه هستند و ریاست اواید اینا زمانی که مالی خود تصفیه میکنن که خوشبختانه بر او هم فکر میکنم وزارت مالیه هم پلان را روی دست داشتن و ایره به شکل آنلاین عملی میسازن که بتانن از رای دور اینا مالی خود تصفیه کنن و همچنان وزارت تجارت و صنایع خصوص اداره ثبت مرکزی پلان را روی دست داره که بتوانند متشبسین از راه دور یا طور آنلاین تشبس خود را راجستر بکنن ثبت بکنن و بسیار به بس سهولت جواز خود را دست بیارن خب چی زمان ای بگونه آنلاین صورت خواهد البته ای با الله با وقت زودی عملی خواد شد همو دیتابیس و یا سیستمی که در نظر بود او ساخته شده و همو وسایل و تجهیزاتی که از طریق بانک جهانی کمک شده اونا هم تا حدی رسیدن و اندکی باقی مانده که اونا هم برسن انشالله این پروسه عملی آغاز میشه پیش بینی شما بر امسال چی هستی که شما تا پایان سال چقدر از جوازا را به سرمایه گذاران توضیح خود کردید؟ ممکن به نظر ما طوری که سال گذشته ما حدوداً پنج هزار جواز جدید ما توضیح داشتیم چار الا پنج هزار جواز جدید امسال فکر میکنم این آمار بلند بره سرمایه‌گذارهای خارجی هم در میان اینا هستن؟ بله، خوشبختانه بسیار از سرمایه‌گذارهای خارجی رو ما می‌بینیم که اینا سرمایه‌گذاری میکنن خب علاقمندی سرمایه خارجی به افغانستان یمو یگانه چالش کنو همیشه میگن به اینکه امنیت از اون اگر تامین شه اونا آماده هستن که بیان در بخش مختلف در افغانستان سرمایه گذاری داشته باشن تعهد شما به سرمایه خارجی دی بخش چی است البته این تعهد گرچه ارگان های امنیتی ما شما به اما شما خود مشترکان با بله. امنیتی کار میکنین بله ما ایره گفته میتونیم که فضل خدا در جایی که اونا سرمایه میکنن و ای فعالیت خود آغاز میکنن حالا مشکل جدیدی نه نمیشن چون مثال خوب ما بر از نام متشبسین یا تاجرای خارجی که فعلا عملا در افغانستان فعالیت میکنه اینا رو ما برشان به سال داده میتونیم پیش بینی شما از میزان سرمایه گذاری چقدر است که امسال چقدر از سرمایه گذاری سرعت خواهد گرفت به اینکه جوازات توزیع میشه میتونه اگه خوب باشه اما زیادتر جوازات گرفته گرفته میشه اما اینا هم میرن فعالیت نمیکنن یا یک مشکل میتونه که باشه بله گرچه ایره ما از دید شخصی خود بر شما میگم وضعیت اقتصادی افغانستان گرچه که نسبت به سالهای قبلی به همه هوایی که خوب نیست خیلی کوتاه شده بله اما فکر میکنم که امی سال آینده و سال که جریان داره البته امی سال که پیشرو داریم این بسیار یک سال خوبه برای سرمایه گذاری خواهد باشه سپاس از افتان در برنامه